رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کارلوس کیروش علاقه دارد در تیم ملی ایران به کار خود ادامه دهد تاکید کرد. قطعاً خواسته هایی داریم که در قرارداد جدید با کیروش به دنبال رسیدن به آنها خواهیم بود. به گزارش ایسنا، علی کفاشیان درباره تمدید قرارداد با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران اظهار کرد. کیروش قبل از جام جهانی پیشنهاد مالی خود را برای تمدید قرارداد با تیم ملی فوتبال ایران به فدراسیون ارائه کرده بود، اما پس از رقابت‌های جام جهانی هنوز پیشنهادی به ما ارائه نکرده است. کیروش: فدراسیون اگر مرا می‌خواهد باید درخواست کتبی دهد. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد اگر به صورت مکتوب درخواست داده شود، من و فدراسیون فوتبال فکرهای خودمان را می‌کنیم. اگر توانستیم به توافق برسیم با هم ادامه می‌دهیم، وگرنه به عنوان دوست باقی می‌مانیم. باشگاه بلکپول انگلیس خواهان جذب قوچان نژاد شد. رسانه‌های انگلیسی خبر دادند خوزه ریگا سرمربی بلکپول تحت تأثیر بازی قوچان نژاد در جام جهانی قرار گرفته و خواستار پیوستن این بازیکن ایرانی به تیم خود شده است. رضا قوچان نژاد ژانویه 2014 با یک قرارداد 2.5 ساله به تیم انگلیسی چارتون دیپر پیوست. دوپینگ طالب نعمت‌پور مثبت اعلام شد. به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی کشتی فیلا رسما اعلام کرد طالب نعمت‌پور فرنگی کار ایرانی به دلیل مثبت شدن نمونه دوپینگش 2 سال از حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شد. فیلا در این باره نوشت که هر دو نمونه A و B از این کشتیگیر که در جریان جام جهانی کشتی فرنگی تهران از وی گرفته شده مثبت بوده است. محسن فروزان به استقلال پیوست. دروازه‌بان فصل گذشته تیم گسترش فولاد تبریز که پس از مذاکره با پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی تبریز به تراکتورسازی پیوسته بود، قراردادش را با این تیم فسخ کرد و به استقلال پیوست. قرارداد فروزان با استقلال 2 ساله است. لوئیس سوارز از مدافع تیم ملی ایتالیا عذرخواهی کرد. سوارز بر روی توییتر خود نوشت: واقعا از آنچه رخ داده پشیمانم. از جورجیو کیلینی و تمام خانواده فوتبال عذرخواهی میکنم. به همه قول میدهم که دیگر چنین چیزی اتفاق نیفتد. کیلینی در پاسخ به این معذرت خواهی نوشت: همه چیز را فراموش کردم، اما امیدوارم فیفا محرومیت تو را کاهش دهد. رئیس جمهور اوروگوئه: فیفا فاشیست است. در تازه ترین ویدئویی که از رئیس جمهور اوروگوئه بر روی یوتیوب قرار گرفته، وی به شدت مقامات فیفا را به خاطر محرومیت سنگین سوارز به باد انتقاد گرفت و گفت فیفا حق داشت سوارز را جریمه کند، اما محرومیت فاشیستی است. خاویر آگیره با قراردادی 4 ساله به عنوان سرمربی تیم ملی ژاپن انتخاب و جانشین آلبرتو زاکورونی ایتالیایی در این تیم شد. ایسنا در این باره نوشت: آگیره مکزیکی که در تیم‌های مختلف لیگ اسپانیایی از جمله اسپانیول تجربه مربیگری داشته است، در جام جهانی 2010 هدایت مکزیک را بر عهده داشت. او اکنون با فدراسیون فوتبال ژاپن به توافق رسید تا پس از جام جهانی 2018 روسیه سرمربی سامورایی‌ها باشد. آدام لالانا به لیورپول پیوست. باشگاه لیورپول انتقال آدام لالانا از ساوثهمپتون را نهایی کرد و این بازیکن را با قراردادی به ارزش 23 میلیون پوند خرید. وی پس از نهایی شدن انتقال خود به سایت باشگاه لیورپول گفت: هنوز نمیتوانم باور کنم. حضور در آنفیلد رویای کودکیم بود. انگار روی ابرها سیر میکنم. بی‌صبرانه منتظر شروع تمرینات پیش فصل هستم. اوتمار هیتسفیلد سرمربی تیم ملی سوئیس پس از شکست 1-0 مقابل آرژانتین و حذف تیمش از جام جهانی 2014 برزیل گفت: از قبل می دانستیم که مسی می تواند در 1 ثانیه همه چیز را تغییر دهد. فوتبال همین است. البته باید بگوییم که همین لحظات باعث شده که همه ما فوتبال را دوست داشته باشیم.